سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. برنامه پخش زنده رو ملاحظه میکنید. امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 در رابطه با اعتراضات سراسری معلمان. بار دیگه معلمان در سراسر ایران حماسه آفریدن. معلمانی که در دو روز گذشته یعنی نهم و دهم بهمن 1400 با دو روز تحسن در مدارس نشون دادند که همچنان روی خواسته های خودشون دارن تاکید میکنن و مطالبات خودشون رو این بار هم میخوان در کف خیابان ها اعلام بکنن. امروز در سراسر ایران در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش، مجلس اسلامی در تهران و همچنین در شهرستان ها مقابل ادارات آموزش و پرورش اعتراضات سراسری معلمان برگزار شد. معلمان بازنشسته هم طبق فراخوان قبلی و اعلام همبستگی قبلی با معلمان شاغل همراه شدند. فراخوان این اعتراضات از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان داده شده بود که در شهرهای پرشماری این اعتراضات برگزار شد. در این تجمعات همچنین حضور زنان و نقش فعالانه زنان بسیار چشمگیر بود. شعارهایی که در این اعتراضات سر داده می شد، اعتراض به عدم همسانسازی، برای حقوقهای بالای خط فقر، آزادی معلمان زندانی، آموزش رایگان، علیه وعده وعیدهای پوشالی و پوچ و دروغهایی که دولت یا به هر حال نهادها و قواهای دیگر جمهوری اسلامی میدن، علیه مجلس، علیه رئیس جمهور رئیسی، همچنین علیه اختلاس ها سر داده شد. یک شعار جالبی که در شیراز سر داده شد این که با اهل قلم هر که ور افتاد در افتاد ور افتاد. معلمان در کرمان با یک بنر جالب کوبنده و تاریخی در کف خیابان ها حاضر شدن. جای ملا و آخوند مدرسه نیست. میریم در ابتدا یه گزارش میبینیم از اصفهان، شهری که یکی از کانونهای داغ اعتراضات و تجمعات معلمان امروز بوده. دوشنبه 11 بهمن 1400، معلمانی که در اصفهان شعار میدن مشکل ما حل نشه کلاس ها تعطیل میشه. همونطور که از شعارها مشخصه، معلمان همچنان دارن اولتیماتوم میدن، مثل دوره های قبلی که اولتیماتوم دادن اگر مطالباتشون تامین نشه همچنان به کف خیابون ها میان. در تهران همونطور که اشاره کردم مقابل مجلس اسلامی معلمان تجمع کردن. شعاری که میدادن علیه رئیس جمهور حکومت اسلامی هست و متهم میکردن به رئیسی رو به رئیسی دروغگو. بیم یه گزارش تصویری از شهر تهران میبینیم. معلمان تهران که بازنشستگان هم اونها رو همراهی کردن مقابل مجلس اسلامی. دروغگو شعار ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما این بار در عراق داده شده. در تجمعات مختلفی از جمله تجمعات معلمان میبینیم که یکی از اعتراضایی میشه به اینکه نقش صدا و سیما در واقع در انعکاس اعتراضهایی که در کف خیابان برگزار میشه چه هست؟ به جز انکار، به جز تحریف واقعیت چیز دیگری نیست. و امروز هم در عراق معلمان و تجمع کنندگان به همین نکته اشاره کردن که صدا و سیما هیچ انعکاسی از این اعتراضات باشکوه نمیده. میریم عراق و میبینیم شعار معلمان علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی. کجاست صدای ما بی صداست؟ صدا و سیما کجاست؟
ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما. این بار میخوایم به اردبیل بریم. شعاری که در اردبیل داده شده بود، دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. همونطور که اشاره کردم در ابتدای صحبتم، یکی از مواردی که معلمان در شعارهاشون اشاره میکردن اعتراض به قوه های سگانه جمهوری اسلامی بود، از جمله مجلس و از جمله دولت. در اردبیل هم معلمان و تجمع کنن علیه دولت و علیه مجلس اینطور شعار دادن: دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند، دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند، دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند، دولت خیانت. یکی از اعتراضات معلمان به بازداشت کردن معلمان و زندانی کردن معلمان هست. در کرمانشاه شعار معلم زندانی آزاد باید گردد سر داده شد. مثل خیلی از جاهایی که ما میبینیم معلمان شعار میدن معلم زندانی آزاد باید گردد، در دوره های قبل هم دیدیم. اینجا خواهیم پرداخت که چند تن از معلمان در روزهای گذشته بازداشت شدن، تهدید شدن. اما بریم به کرمانشاه ببینیم معلمان چطوری خواست آزادی فوری و بی قید و شرط معلمان زندانی رو فریاد میزنن. معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، در این بخش میخوایم سری به شیراز بزنیم و شعار جالبی که در شیراز سر داده شده: با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد. در گزارشات تجمعات و اعتراضات سراسری دوره قبل معلمان دیدیم که معلمان با در دست گرفتن قلمهاشون داشتن اعتراض میکردن و میگفتن این قلمها بر اسلحه غالب هست. این بار هم در شیراز این شعار جالب سر داده شده و اعتراض شده به سیاستی که جمهوری اسلامی داره در سرکوب معلمان، در سرکوب نویسندگان. میریم به شیراز و میشنویم این شعار جالب توسط تجمع کنندگان و معلمان در شیراز. گزارشات بسیار زیاد هست. ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم در تلویزیون کانال جدید و مشخصا در این برنامه پخش زنده انعکاس کاملی داشته باشیم از اعتراضات باشکوه معلمان. امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 جا داره اینو اطلاع بدم که در دو روز گذشته که تحصن باشکوه معلمان برگزار شد، این تحصن هم روز گذشته و هم در دو روز گذشته پوشش داده شد. قبل از اینکه بریم بپردازیم به بقیه اعتراضات در شهرهای مختلف، اینجا اشاره میکنم که شهلا دانشور دبیر کمیته سازمانده با برنامه پخش زنده همراه میشه. سلام میکنم به شما شهلا دانشور، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه همراه ما هستید. در ابتدا میخوام این رو از شما بشنوم، چه ارزیابی دارید از اعتراضات با شکوه امروز معلمان با توجه به اینکه دوره های گذشته هم معلمان تجمع کردند و این سلسله تجمعات رو چطور بررسی میکنید؟ تشکر میکنم به شما و به بینندگان گرامی سلام دارم. حقیقتا معلمان گل کاشتن
قهرمانان حماس آفریدن. این دو از تجمعاتشون باز گسترده تر از قبل هر بار رکورد جدیدی رو میشکنن به طور واقعی. در این سه روز اعتراض، روز اول بیش از 200 شهر، روز دوم بیش از 300 شهر و روستا و نواحی آموزشی، و امروز تا آخرین خبری که داشتیم بیش از 120 شهر تجمع اعتراض شد. اعتراضات تو شهرهایی که دیدید، تصاویرشو اینجا نشان دادید، اصفهان، شیراز، تهران، مریوان، این شهرها بسیار وسیع و گسترده بود. و شما تصورش بکنید این همه نیرو میاد علیه فقر، علیه گرانی، علیه تبعیض، علیه اختلاس، علیه نابرابری ها، دوزی ها، سرکوب ها فریاد میزنه و کل قوای سگانه رو به قول شما، به گفته شما، به چالش میکشه. خب این یک اتفاق سیاسی بسیار بسیار مهمیه. امروز معلمان صدای اعتراض و خشم کل جامعه از علیه این وضعیت، به ویژه با یه خواستای سراسری آمدن جلو. اعتراضشون به لایحه ریاضتی جمهوری اسلامی که تعرض میکنه به معیشت همه مردم، اعتراضشون به حقوقای زیر خط فقر، اعتراضشون به کالایی شدن آموزش و آموزش خصوصی و چپاول و دوزی هاست. میگن تحصیل رایگان حق مسلم کودکان ماست و به این ترتیب تمام توجه ها به طرف معلمان جلب شده. حمایت وسیع رو با خودشون داشتن. یکی از صحنه‌های جالب حمایت والدین بود تو یکی از همین تجمعات با معلمان. حمایت دانش آموزان بود که پاسخ دادن به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگی. و همینجا من درود میگم به سازمان دهندگان، به این معلمان عزیز. دست تک تک شما رو به گرمی میفشارم. به راستی اتفاق مهمی است. این اتفاق راه نشون میده به کل جامعه که با همین خواستا، با همین اعتراضات برن به پای اعتصابات سراسری. راه نشون میده به همه جامعه به لحاظ سازمان یابی اعتراض، به مثل شورای سازماندهی اعتراضات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگی که متکی به نظر و رأی همه بخش‌های خود تو شهرهای مختلف هستش. این اعتراض راه نشون میده برای رفتن به طرف تجمعات. این اعتراض راه نشون میده پیگیری و سماجت که ایستادن معلمان علی‌رغم دستگیری‌هایی که شده و بیانیه دادن روز گذشته، گفتن با این چیزا ارعاب نمیشیم ما، مرعوب نمیشیم ما، و دور نشون میده که شما نمیخواید به خواستای ما جواب بدید و دور جدید اعتراضاتشون رو در 23 و در تا 28 اعلام کردن به صورت تحصن و 28 به صورت تجمع، و گفتن اگر پاسخ نگیره به همین شکل باشه در اسفند ما هم ما اعتراضات گسترده خواهیم داشت. تا جواب نگیریم این اعتراضات ادامه خواهد داشت. سپاس از شما شهلا دانشفر. شما اشاره کردید که معلمان دارن راه رو به سمت اعتصاب عمومی، اعتصاب سراسری و اعتراض سراسری نشون میدن، اما به طور مشخص دقیقا همین سوال رو میخوام بیشتر با شما در میون بذارم. چقدر این اعتراضات تأثیر میذاره از نظر سیاسی بر این فضای سیاسی موجودی که ما شاهدش هستیم؟ بسیار تأثیر گذاره. به همونطور که گفتم اینا خشم جامعه رو دارن نمایندگی میکنن. بازنشستگان تو همین فاصله تجمع داشتن، بازنشستگان فولاد، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگران تو مراکز مختلف نفت، در پتروشیمی ها، در پالایشگاه، در پتروشیمی مروارید، نمیدونم پالایشگاه تندگویان، در جاهای مختلف اعتراض داشتن. اعتراض وسیع همه بخش های جامعه رو گرفته، از اعتراض به حقابه گرفته تا مسئله تحصیل رایگان، تا مسئله دستمزد، الان آخر سال هم هست مسئله تعیین حداقل دستمزد. یه محور مشترک داره از نظر مطالباتی، اونم اعتراض به لایحه ریاضتی حکومت. این اعتراضات وقتی که تو چنین ابعاد جمعیت به این عظیمی، به این با این ابعاد از خشم و اعتراض میاد فریاد میزنه علیه این تجاوزگری و تبعیض، اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه، و شعارهایی که هر که با اهل قلم در افتاد با چنین شعارهایی میان تو خیابون، تأثیر سیاسی در فضا رو، توازن قوا رو به نفع همه بخش های جامعه
تغییر میده و پرچم میده دست همه جامعه، همه مردم که بیان بیرون. به این اعتبار به نظر من این در واقع ادامه، همیشه میگیم ادامه آبانه، جامعه داره با شتاب به این طرف میره. همین یکی از نمایندگان مجلس همین روز گذشته بود که احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت، از این میگفت که سال 1400 یک سال شورش های عظیم خواهد بود. این اتفاقات دارن میبینن که اینقدر هراس کردن، اینقدر وحشت کردن، و این اتفاقات اتفاقاتیه که مردم جونشون به لب رسون رسید. همه بخش های جامعه الان معترضن. به این اعتبار این تاثیر مستقیم داره و جامعه داره به شتاب به طرف اعتصاب عمومی، اعتصاب سراسری، تجمعات سراسری، به جمع کردن کل این بساط توحش و بردگی میره. باز کردن در زندان ها، تو همین فاصله شما دیدید چه قیامتی بود در زندان و در بیرون زندان. یک شعار معلم الان معلم زندانی آزاد باید گردد. یک رکن و یک نیروی قدرتمند جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی معلمان هستند. به این دلیلی که این مبارزات الان از کارگران فولاد اهواز، کارگران نیشکر هفت‌تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، تشکل‌های مختلف بازنشستگان، همه اعلام حمایت کردن. خانواده ها قلب مردم جا دارن. این یک همبستگی ها، این اتحاد داره نشون میده که جامعه به کدوم سمت میره و چقدر این زمینه فراهمتر شده با چنین اعتراضاتی. بله بسیار خوب، شما برمیگردم شهلا دانشور، اما بریم سری بزنیم به شهرهای دیگه و ببینیم معلمان چطور حماسه آفریدن در کف خیابانها و چطور جمهوری اسلامی با بیشرمی پاسخ این معلمان رو میده. در روزهای گذشته ما چندین گزارش بازداشتی و تهدید داشتیم، من اینها اشاره بکنم. در شیراز امروز در تجمعات اعتراضی روز 11 بهمن، جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان در مریوان و احمد حیدری از معلمان شرکت کننده در تجمع تهران بازداشت شدند. در این روز حکم 4 سال و 6 ماه حبس به جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ابلاغ شده. همچنین در روز گذشته 10 بهمن ماه شعبان محمدی، عضو انجمن صنفی فرهنگیان مریوان، به دست ماموران دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خانه خودش دستگیر میشه. به علاوه رسول بداغی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، طبق ابلاغیه‌ای که به او داده شده، باید ظرف مدت 10 روز در شعبه 2 بازپرسی دادسرای مقدس اوین حاضر بشه، و این در حالیه که همکنون تعدادی از معلمان در بازداشت و زندان به سر میبرند. در همین رابطه میخوام اشاره بکنم به توییت محمد حبیبی که تا لحظات دیگه روی اسکرین خواهید دید، و تصویری از شعبان محمدی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان که صبح یکشنبه 10 بهمن ماه 1400 به همراه توسط چند نفر از نیروهای امنیتی که محمد حبیبی گفته خودشون رو مأمور اطلاعات معرفی کرده بودن، و با یورش به منزل این فعال دستگیر میکنن و به مکان نامعلومی ایشون رو میبرن. تصویری که میبینید از شعبان محمدی در حالی که یه پلاکاردی در دستش هست که نوشته آموزش رایگان، لغو خصوصی سازی، اولویت ماست مریوان. این کاریه که جمهوری اسلامی داره با معلمان میکنه و پاسخ اعتراضات معلمان رو چنین با بیشرمی میده. اما میخوام اینجا یه اشاره دیگه ای داشته باشم به یک اتفاق جالبی که افتاده، و اون همراهی دانش آموزان هست در این 3 روزه. به طور مشخص میخوام اشاره بکنم به روز اول تحصن معلمان. در برخی مدارس دانش آموزان با معلمان خودشون همراهی کردن، پلاکاردهایی رو در دست خودشون گرفتن و از مطالبات معلمان و تحصن معلمان دفاع کردن. میبینید که روی پلاکاردها مطالبات معلمان نوشته شده. این روز اول تحصن معلمان هست که با استقبال دانش آموزان در برخی مدارس مواجه شد. در روزهای دیگه هم همینطور بوده، خواهیم پرداخت. اما میخوایم اینجا به اهواز بریم.
ببینیم که در اهواز چه شعاری سر داده شد. امیدوارم که گزارش آماده باشه. شهر اهواز هم همچنان که مطلع هستید یکی از کانونهای داغ اعتراضات در همه دوره ها بوده. زندانی آزاد باید. همونطور که ملاحظه کردید، خواست آزادی فوری و بی قید و شرط معلمان در بازداشت و در زندان یک خواست اصلی تجمع کنندگان و معلمان هست. اما به سقز میریم. در سقز هم تجمعی برگزار شده توسط معلمان و تأکید بر خواسته های معلمان شاغل و بازنشسته، کاری که صورت میگیره یه اتحاد و همبستگی وسیعی بین معلمان شاغل و بازنشسته هست که خودش رو اینطور در تجمعات و اعتراضات معلمان نشون میده. اند خدمت در سیستم آموزش و پرورش هستن یا زمانی دستی بر این آتش داشتن و اکنون بازنشسته شدن، همگی در طول 30 سال یا 30 و چند سال خدمت خود درسهایی از آزادگی، حق خواهی، حق طلبی، مبارزه با ظلم، تقبیح ستم و استثمار در ادوار مختلف هم در فرهنگ داخلی و هم در فرهنگ های خارجی را بیان نموده، تدریس کرده و تدریس میکنیم. و هنگام تدریس این مفاهیم خون خود را به جوش آورده، رگ غیرت من را حجیم کرده و آنچنان این هنجارها را در قرآن تدریس کرده یا می کردیم که خود به خود من بالیده و در ناخودآگاه من از بیان این مفاهیم در جمع مخاطبان من که همانا دانش آموزان می باشند مسرور گشته و حس خوبی به ما دست داده است. آیا این طور نبوده و نیست؟ مخاطب عرایز بنده فرهنگیانی هستند که با وجود سابقه تدریس مطالب ارشده و علی رغم تمام ظلم. باز هم به کردستان میریم، این بار شهر مریوان. شهرهای مختلف کردستان امروز در اعتراضات سراسری معلمان با سردادن شعار، با سخنرانی کردن، با حضور فعالانه زنان در واقع نشون دادن که اعتراضات با شکوهی در کردستان برگزار میشه طبق معمول همیشه. در مریوان شعار سر داده میشد معلم میمیرد ذلت نمیپذیرد و شعارهای اعتراضی علیه وضعیت حاکم. تا معلم ارزان است فرهنگمان ویران است. تا معلم ارزان است فرهنگمان ویران است. امیدی به فردا نیست، فردای من بحران است. امیدی به فردا نیست، فردای من بحران است. معلم ای معلم آزاد شو رها شو. معلم ای معلم آزاد شو رها شو. به پاس داد ملت برخیز و هم صدا شو. به پاس داد ملت برخیز و هم صدا شو. تو ای پدر ای مادر و تو ای دانش آموز. تو ای پدر ای مادر و تو ای دانش آموز. آزادگی بیاموز این از کلاس امروز. آزادگی بیاموز این از کلاس امروز. ای پدر ای مادر و تو ای دانش آموز. ای پدر ای مادر و تو ای دانش آموز. آزادگی بیاموز این از کلاس امروز. آزادگی بیاموز این از کلاس امروز. معلم میمیرد ذلت نمیپذیرد. معلم میمیرد ذلت نمیپذیرد. معلم میمیرد ذلت نمیپذیرد. معلم میمیرد ذلت نمیپذیرد. ما
عدالت میخواهیم، از این تبعیض بیزاریم. ما عدالت میخواهیم، از این تبعیض بیزاریم. معلم بپاخیز برای رفع تبعیض. 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 معلم زندانی آزاد باید گردد. 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 شهبان محمدی آزاد باید گردد. شهبان محمدی آزاد باید گردد. شهبان محمدی آزاد. معلم زندانی آزاد باید گردد، این شعاری که یک پارچه امروز توسط معلمان، بازنشستگان و تجمع کنندگان در اعتراضات سراسری معلمان سر داده شده. هرسین یکی دیگه از شهرهایی که با فریاد معلم زندانی آزاد باید گردد معلمان به این اعتراضات پیوستند. هرسین یکی از شهرهای استان کرمانشاه هست که معلمان امروز با در دست داشتن پلاکاردهای مطالبات خودشون رو اعلام کردند. آزاد باید گردد. معلم زندانی 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 آزاد باید گردد. معیشت منزلت حق مسلم ما. 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 برای رفع تبعیض معلم بپاخیز. 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 معلم زندانی آزاد باید گردد. 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 همونطور که اشاره کردم دانش آموزان به تحصن و اعتراضات معلمان این بار هم پیوستن مثل دفعات گذشته. میخوایم یه سر دیگه به توییتر تلویزیون کانال جدید بزنیم و یه گزارش تصویری دیگر از دانش آموزانی که در روز دوم تحصن اعلام همبستگی کردن با معلمانشون. پلاکارت ها بسیار جالب هست. روی یکی از پلاکارت ها نوشته شده معلم توپ و تانک، توپ و تفنگ نداری، دانش آموز داری که حمایتت بکنه. یا در یکی دیگه از پلاکارت ها نوشته آنقدر گفتند رتبه بندی، ما بچه ها شنیدیم اما شما نه. در پلاکارت دیگه ای نوشته شده مشکل معلم های ما را حل کنید. پلاکارت دیگه ای نوشته شده معلم زندانی آزاد باید گردد. و در پلاکارت های دیگه ای از مطالبات معلمان برای بالا بردن کیفیت آموزش و حق تحصیل رایگان میشه اشاره کرد. این صحنه های باشکوه رو و این اقدامات تعیین کننده و تاثیرگذار رو میخوایم با شهلا دانشور به بحث بذاریم. شهلا دانشور، مشخصا میخوام با شما در همین رابطه سوال بکنم. در دوره های گذشته هم دیده شده که
دانش آموزان با معلمان خودشون همراهی میکنن، با در دست گرفتن پلاکارد هایی که میبینیم در تحصن ها چطور دانش آموزان جلو اومدن، تا بیانیه هایی که منتشر میکنن، تا سخنرانی هایی که در تجمعات اعتراضی معلمان میکنن. حتما مطلع هستید که معلمان پیامی هم به دانش آموزان و خانواده هاشون داده بودن قبل از تحصن دو روزه و اعتراضاتشون. این پیوند بین دانش آموزان و جنبش اعتراضی دانش آموزان و معلمان رو چطور ارزیابی میکنید و تأثیراتش رو چطور توضیح داد؟ ببینید، معلمان یه بخش از جامعه هستن که در ارتباط مستقیم با جمعیت میلیونی دانش آموزان و خانواده ها و در واقع کل جامعه هستن. بنابراین این ارتباط بیش از، یعنی تو هر عرصه نگاه کنیم، اینجا ملموس‌تر و قابل فهم‌تره. خود نابسامانی شرایط آموزش پرورش، مسئله آموزش خصوصی، کالایی کردن، خاص آموزش رایگان، اینها خواستای همه مردم هست. و از اون طرف هم کرونا و مسئله خواستایی که معلمان ترک کردن، اختصاص تلفن هوشمند رایگان و همینطور اینترنت رایگان. به همین دلیل این مسئله در واقع معلمان صدای اعتراض همه مردم شدن، صدای اعتراض همه اون کسانی شدن که فرزندانشون از تحصیل خارج موندن، از چرخه تحصیل بیرون گذاشته شدن، صدای اعتراض همه اینا هستن. خب این یه زمینه مادی داره. در این حال این دور از مبارزه به خصوص تو این سال، از آغاز سال تحصیل تا کنون، این ابعاد گسترده تری پیدا کرده. همونطور که خود اعتراضات اجتماعی تر شده، سراسری تر شده، هزاران هزار معلم رو در بر میگیره، جمعیت به چنین عظیمی، تجمعات به چنین گستردگی، به همین اعتبار پیوند تنگاتنگ تری با اعتراضات کل جامعه و خانواده ها برقرار میکنه. جدا از مسئله خانواده و تحصیل و همه اینا، اون نکاتی که معلمان دست میذارن روش، حقوقای زیر خط فقر، تبعیض نابرابری، اختلاس و دزدی و لایحه بودجه که امسال به ویژه به محور یکی از اعتراضات تو ستون مختلف در بخش‌های مختلف تبدیل شده، باز این رو فراگیرتر میکنه. به این اعتبار مبارزه جنبش معلمان یه جنبش فراگیر و اجتماعی هست و خوشبختانه حرکت این جنبش به طرفی شده که اون نیروی واقعی دورش جمع شده، اون نیروی وسیع اجتماعی دور اون جمع شده و در خود اعتراض به فقر، خود اعتراض به اختلاس دوزی هم درد همه مردمه. خب خیزش های مردمی یک موضوع اساسیش اعتراض به همین فقر و گرانی و تبعیض و نابرابری بود. امروز معلمان در چنین سطحی دارن نمایندگی میکنن حرف همه مردم ها. این خب به این اعتبار همونطور که قبلا هم جلوتر هم گفتم به مرکز توجه کل جامعه تبدیل شده. اما چه اهمیت داره؟ خب طبعا یک اهمیت سیاسی بسیار قابل توجهی داره، به این اعتبار که کل جامعه رو به حرکت در میاره، فضای سیاسی شهرها رو به تحرک در میاره، همه مردم رو به دستشون یه پرچم میده، یه بستر فراگیر سراسری اجتماعی میده، تغییر توازن قوا رو کاملا به نفع جامعه و بخشای مختلف جامعه تغییر میده، فضا رو باز میکنه برای اعتصابات، برای تجمعات. میبینیم که چطور حکومت وحشت کرده. خب اینم تاثیرشه. از همین رو معلمان یه کار داهیانی که کردن، فراخوان دادن به خانواده ها، به دانش آموزان کلاس های بالاتر و به مردم دعوت کردن، گفتن بپیوندید به تجمع ما، حرفای ما حرفای شماست. و از اونجا که زمینه مادی داشت، این دعوتشون پاسخ گرفت. این هم یکی از ابعاد سازمان یافته، یکی از ابعاد هوشیارانه مبارزات معلمان بود که بهش قدرت تداوم بخشیده، قدرت بسیج بخشیده و تو چنین ابعادی تاثیرگذار شده. بله، برمیگردیم سر قطعنامه که امروز قرائت شده. این قطعنامه رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ رو با قطعنامه های اعتراضات سراسری معلمان در دوره گذشته متفاوت هست؟ ببینید، به درجه که اعتراضات معلمان جلوتر اومده، قطعنامه هاش هم همه جانبه تر شده. به ویژه فراخوان های این دوره اعتراض معلمان
در اعتراض به عدم پاسخگویی حاکمیت بود و گفتن اگه جواب ندن اعتراضات گسترده تر پیش میبریم. حکومت با سرکوب و دستگیری جواب داد و به همین دلیل این قطعنامه داره میگه ما کوتاه نمیایم، ما خواستامون رو تا وقتی که جواب نگیریم ادامه میدیم. ما مرعوب این دستگیری و این چیزا نمیشیم. و این اون پوینت و نکته مهم قطعنامه های این دوره معلمانه که خواستاشون روشن که حقوق زیر خط فقر رو قبول نمی کنن و باید بالای اون افزایش پیدا کنه و باید اجرای همسانسازی و رتبه بندی کامل صورت بگیره و در این حال دارن میگن که باید دولت بودجه اختصاص بده. راه دارن نشون میدن به مردم، حکومت خزانه خالیشو نشون میده، مردم رو مورد تعرض همه جانبه قرار داده، معیشت زندگیشونه. معلم داره میگه که چطور شما بودجه میدید به قوه قضاییه و به صدا سیما و به نیروهای سرکوب کرد ولی برای معلم نیستش. از همین جهت دو بخش داره، یکی خواستای مشخصه که مربوط به معلمانه، یکی مسئله بودجه و لایحه بودجه است که مستقیما به کل جامعه، به باز به حقوق معلمان برمیگرده که منبع تامین درآمد رو داره تعیین میکنه، یکی هم وضع آموزش و تحصیل و یکی هم مسئله محور چهارمش مسئله سرکوبگری ها که میگه جواب کوتاه نمیاد. تو همین شعاری که تو شیراز داده شد، هر که با اهل قلم در افتاد و افتاد، در واقع به یک نوعی هم دارن معلم ها همبستگی خودشونو با خانواده بکتاش آبتین میگن که جمهوری اسلامی در زندان به قتل رسوند، تعدادی از کانون نویسندگان رو بازداشت کرد و حکم زندان دارو الان زندان هستن و به این شکل با جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی هم دستش دو دست هم دیگه گذاشته شده. اینه که قطعنامه هاش، بیانی هاش، شعار هاش، تجمعاتش، فراخوان هاش، این همه جانبه گیری رو در خودش داره و به این اعتبار در قلب مردم جا دارن و تمام توجه مردم به این اعتراضات و فراخوان ما اینه که وسیعاً حمایت بکنیم، وسیعاً پشتیبانی کنیم، به این اعتراضات بپیوندیم، فشار بیاریم، تک تک معلمان بازداشتی باید آزاد بشن و ما به سهم خودمون در سطح بین المللی تلاش میکنیم صدای اینا باشیم و به علاوه این که علیه امنیتی کردن مبارزات که یک خواست اجتماعی فراگیره، پرونده همه پرونده های امنیتی باید مسدود بشه، تمامی زندانیان سیاسی باید آزاد بشن و این خواست و شعار امروز از شعار فراتر رفته، میدانی جامعه اومده تو خیابون برای باز کردن در زندان ها. تو اتفاقات این دو هفته این رو داریم میبینیم چطور میله های زندان به تکان در آمده و این هم یک اتفاق سیاسی مهمیه و معلمان تو این عرصه هم یک نیروی مهم هستن. خیلی ممنون از شما شهلا دانشور. چند تا نکته دیگه هست که خوبه اینو صحبت بکنیم قبل از اینکه بریم گزارشات تصویری دیگر رو ببینیم. خب شما به نکات مهمی اشاره کردید در رابطه با مختصات و مشخصات اعتراضات معلم‌ها و نکاتی که باید در نظر گرفته شده اما در نظر گرفته بشه. اما خب یه سوالی بیننده برای ما ارسال کرده که با توجه به اینکه معلمان این همه تجمعات سراسری فراخوان میدن، تحسن انجام میدن، چرا معلمان و کارگران و طیف‌های دیگه جامعه که اعتراض میکنن اینها یک روز مشخص رو به عنوان یک روز اعتراضی اعلام نمیکنن یا چرا اینها به هم نمیپیوندن؟ این سوال مخاطب رو از شما میپرسیم که پاسخ بدید. به نوعی به هم پیوستن، اونم در محتوای خواستا و شعارها و اعتراض، اما اینکه یک روز معین رو تعیین کنن، داریم میریم به طرف اون، عجله نکنید، داریم میریم به طرف اون و یک شنبه های اعتراض همینجوری خلق نشد و این اعتراضاتی که به چنین ابعادی خانواده ها دارن شرکت میکنن، بخش های مختلف کارگری دارن اعلام حمایت میکنن، در واقع تلایه همچین روزی هستش که به اون طرف جامعه میره. معنای صحبت دوست عزیز رو من اینطور میفهمم که دارن از یک اعتصاب عمومی صحبت میکنن،
دارن از یک اعتصاب سراسری صحبت میکنن، دارن از یک روزهای معین و از پیش تعریف شده تو سطح سراسری و کل جامعه صحبت میکنن. خب روشنه که داریم حرکت ما به اون طرفه و توازن و قوا هر روز بیشتر آماده تر میشه برای اون روز و یک چنین روزی طبعا یه توازن قوای بالاتری رو میطلبه و اینها سنگ و بنای یک همچین روزی هستش و به نظر من به سرعت داره این اتفاق میفته. بی دلیل نیست که خود حکومتیان دارن از در پیش بودن شورش همگانی و عظیم مردمی صحبت میکنن. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما شهلا دانشور. به عنوان جمع‌بندی در این برنامه پخش زنده، نکاتی که شما اشاره کردید در اعتراضات سراسری معلمان، آنچه که باید به اون بیشتر توجه کرد، آنچه که باید به اون به عنوان تجربه های خوب معلمان در تجمعات سراسری گذشته و تحسنی که انجام دادن در واقع تقویت کرد و حتی الگویی برای جنبش های دیگه اعتراضی هم باشه، روی این میخوایم صحبت کنیم و رو به آینده در رابطه با حمایت ها، اعلام همبستگی ها. یه جمع‌بندی میخوایم از شما داشته باشیم. بله، نکته بسیار مهمی رو دارید مطرح میکنید. خب اولین مسئله، حتی در ادامه پاسخ به سوال دوست عزیزی که گفتم، حمایت ها بسیار مهمه. باید همه بخش های مختلف از معلمان اعلام حمایت بکنند. یه شکل حمایت عملی هست. تجمع و اعتراض امروز کم صورت نمیگیره. در میان معلم، در میان بازنشسته‌ها، در میان کارگرها، مراکز نفتی، جاهای مختلف. یک شعار این تجمعات باید حمایت از خواسته‌ها و مطالبات معلمان باشه. یک شعار اینا معلم زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد باشه. باید در این حال تجمعات دیگه در پیش است. از همین الان باید بسیان اطلاع رسانی بشه و بسیان شرکت بشه. شرکت کنیم توش. و یک نکته که هست، سازمان یافتگی این اعتراضات درس بسیار بزرگی برای همه. معلمان کانونهای خودشون رو، انجمنهای خودشون رو، شعبات شورای هماهنگی رو در تمام شهرها ساختن و اعلام کردن که نمایندگان اون شعبات هن که شورای هماهنگی سراسری رو تشکیل داده و ما به رأی و نظر اونها پیش میبریم. این نوعی از شورای حرکت کردن، نوعی از حرکت جمعی و تصمیم گیری جمعی و سراسری هست که قدرت داده به معلم ها که بتونن دورترین مناطق رو بسیج کنن و تو چنین ابعادی بیش از 300 شهر رو به حرکت در بیارن. این الگو رو میشه تو بخش های مختلف به کار بود. کارگران نفت، کارگران راهن، کارگران مخابرات، کارگران شهرداری ها، پرستاران، همه این بخش های مختلف با همین الگو میتونن تدارک اعتراضات سراسری ببینن و آماده کنن. بنابراین یه بخش برمیگرده به تأکیدات ما در قبال تقویت و حمایت همه جانبه از مبارزات خود معلمان که الان تو کورانش هستیم. یه بخشش برمیگرده به درسگیری و آموزش از تجربیات این اعتراضات برای رفتن به سوی اعتصابات سراسری، رفتن به سوی تجمعات سراسری، رفتن به سوی گرد آمدن حول مطالبات و خواستای سراسری و به این ترتیب پایان دادن به کل این بربریت و تبخشی که همه مردم دارن براش لحظه شماری میکنن. مرسی از شما شهلا دانشور که همراه ما بودید. با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون تو این بخش به پایان رسیده، اما جا داره که یه مقداری هم در رابطه با نمایندگی زنان در این تجمعات سراسری صحبت بکنیم و تأکیدی بکنیم بر این نقش. میشنویم از شما. بله، در واقع این رو باید تو جمع‌بندی بهش اشاره میکردم و حضور زنان اونقدر بارزه، اونقدر قابل توجهه که دیگه جلوتر از اینا اومدیم. پشت میکروفون ها رفتن، سخنرانی ها کردن، شعار دادن، هدایت کردن، رهبری کردن، سازمان دادن. درود میگم. این یک مشخصه اعتراضات امروز تو جامعه ایرانه، نقش زنان تو این اعتراضات. فکر کنم که پاسختون داده باشه. بسیار عالی، زنده باد. خیلی ممنون از شما شهلا دانشور که در این برنامه پخش زنده همراه ما بودید. شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
تشکر. ادامه میدیم بینندگان گرامی، این برنامه پخش زنده رو با پوشش کامل اعتراضات معلمان در سراسر کشور و همچنین تحسن دو روزه در روزهای گذشته، همونطور که مطلع هستید امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 معلمان در سراسر کشور به کف خیابان‌ها آمدن و اعتراض خودشون رو بار دیگه اعلام کردن. در روزهای گذشته 9 و 10 بهمن هم در سراسر ایران معلمان در مدارس تحسن کردند، سر کلاس نرفتند و اعلام کردند تا زمانی که مطالباتشون محقق نشه این روند ادامه پیدا میکنه. به یزد میخواییم بریم با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، شعاری که امروز در سراسر ایران سر داده شده. معلمان در یزد هم اعتراض خودشون رو با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد و شعارهای دیگه اعلام کرد. و اما در اندیمشک معلمان تأکید مؤکد بر مقاومت خودشون در برابر شرایط موجود کردند و گفتند که به هیچ عنوان این شرایط رو نمیپذیرند. میشنویم شعار معلمان رو. مسئول بیلیاقت استعفا در شهر کرد سر داده شد. این شعاریه که اکثرا در تجمعات و اعتراضات سراسری و در مقابل ادارات دولتی و اماکنی که جمهوری اسلامی در اونها ادعا میکنه داره جامعه رو اداره میکنه سر داده میشه. میریم به شهر کرد و میبینیم معلمان چطور مسئولین بیلیاقت و بیکفایت جمهوری اسلامی رو مورد حمله خودشون قرار میدن. مسئول بیلیاقت استعفا، استعفا، استعفا چیزیه که هرگز در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته. اگر حتی کشور رو به باد بدن، سرنوشت میلیون ها انسان رو به نابودی بکشن، نه تنها عذرخواهی نمی کنن بلکه زبونشون هم درازه. در تبریز معلمان به وعده های پوچ و پوشالی اعتراض کردند، وعده های توخالی. اصطلاحی هست که معلمان و معترضین در کف خیابان ها علیه وعده ها در واقع استفاده می کنند. در تبریز هم همینطور شعار وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم سر داده شده و اینطور تجمع کنندگان و معلمان به وعده های پوشالی و توخالی اعتراض خودشون رو نشون میدن. وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم. وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم. با این همه هیاهو حاصل وعده ها کو؟ با این همه هیاهو حاصل وعده ها کو؟ معلم میمیرد، حق نمیپذیرد. معلم میمیرد، حق نمیپذیرد. تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم. تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم. این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی. میخوایم سری به بهبهان بزنیم. در بهبهان معلمان شعار میدادند سفره ما خالیه، وعده وعید کافیه. اما قبل از اینکه به بهبهان بریم یه تصویری رو میخوایم ببینیم از سفره خالیه معلمان. به توییتر کانال جدید میخوایم سری بزنیم ببینیم معلمان امروز چطور سفره های خالی پهن کردن و اعتراض خودشون رو نشون دادن. همونطوری که گفتم در بهبهان شعار سر میدادن وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. این سفره معلمانی هست که خالیه، نوشته شده سفره معلم خالیه، پوز رئیس جمهور عالیه، فریاد فریاد امان از این همه
بیداد. این یکی از شهرهایی که معلمان با سفره‌های خالی به خیابان‌ها اومدن و اعتراض خودشون رو به حقوق‌های چندین برابر زیر خط فقر و معیشت نابسامان معلمان اعلام کردن. حالا میریم به شهر بهبهان و میبینیم که معلمان چطور به دستمزدها و حقوقهای چندین برابر زیر خط فقر و وضعیت نابسامان معیشت با شعار وعده وعید کافی سفره ما خالی اعتراض کرد. در همدان معلمان علی‌رغم هوای بسیار سرد به خیابان‌ها آمدند و خواست آموزش رایگان را مطرح کردند. آموزش رایگان حق مسلم ماست که در واقع حمایت از دانش آموزان، از همه دانش آموزان در سراسر کشور است. شاهینشهر با شعار معلم بیدار است از تبعیض بیزار است، معلمان به کف خیابان آمدند. این شعاری هست که در بسیاری از تجمعات اعتراضی معلمان در دوره‌های اخیر و در واقع در همه دوره‌ها ما میشنویم، دیدیم روی بنرها چطور معلمان این شعار رو به خیابان‌ها میرسن. این در واقع نشون میده که معلمان دارن میگن ما آگاه هستیم که داره در مملکت چی میگذره، چطور داره جمهوری اسلامی اختلاس میکنه، چطور غارت میکنه، چطور دست درازی به سفره خالی مردم میکنه، چطور با پولی سازی و خصوصی سازی در واقع تحصیل رو به یک کالای لوکس تبدیل کرده. معلم بیدار است از تبعیض بیزار است. این شعاری هست که در شاهینشهر امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 سر داده شده. و اما در زرین شهر هم اعتراض معلمان به اختلاس‌ها، دزدی‌ها و غارت‌ها دیده میشه. در تجمعات سراسری معلمان در چند تجمع گذشته این یک اعتراض کلیدی بوده. یه اختلاس حل کم بشه، مشکل ما حل میشه. و دست گذاشتن روی اختلاس‌ها، دزدی‌ها و غارتگری جمهوری اسلامی. در زرین شهر هم امروز ما این شعار رو شنیدیم، یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. معلمان در واقع به اختلاسگری، به دزدی ها و به غارتگری حاکمیت اینطور اعتراض میکنن. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. میخواییم بریم به مشهد. در مشهد معلمان در دوره های گذشته تجمع اعتراضی با شکوهی رو در واقع برگزار کردن. این بار هم با شعار معلم به پاخیز برای رفع تبعیض به خیابون اومدن و به تجمعات و اعتراضات سراسری امروز معلمان خودشون رو پیوند زدن.
معلم به پاخیز برای رفع تبعیض. این شعاری که در بسیاری از تجمعات سراسری و اعتراضات معلمان شنیدیم. مشهد هم امروز با همین شعار در اعتراضات سراسری و شعارهای دیگه اعتراض خودشون رو به وضعیت حاکم اعلام کردن. به بازداشت و زندانی کردن معلمان، به دستمزدها و حقوقهای چندین برابر زیر خط فقر، به نابرابری و تبعیض و شعار میدن معلم به پاخیز برای رفع تبعیض. معلم به پاخیز برای رفع تبعیض، معلم به پاخیز برای رفع تبعیض، معلم به پاخیز برای رفع تبعیض، معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم به پاخیز برای رفع تبعیض، معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد. سنندج با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد. همونطور که گفتم این شعار امروز در سراسر ایران تنین افکنده. معلم زندانی آزاد باید گردد. اما قبل از اینکه گزارش از سنندج رو ببینیم بار دیگه اشاره میکنم که محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان اعلام کرده که همزمان با تجمعهای روز دوشنبه 11 بهمن معلمان معترض، چندین فعال معلم به اسامی جبار دوستی در مریوان، محمد علی زحمتکش و اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی در شیراز و احمد حیدری، احمدی و داوودی در تهران بازداشت شدند. پیشتر هم اعلام شده بود که همزمان با موج جدید اعتراضات معلمان ایران فشارهای امنیتی بیشتر شده و افراد مختلفی از نهادهای صنفی به پلیس امنیت یا اداره اطلاعات احضار میشن. شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و مریوان امروز صبح روز یک شنبه در پی یورش نیروهای امنیتی، در پی یورش نیروهای امنیتی به خانه او بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل میشه. همچنین روز دوشنبه که امروز باشه شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج حکم 4 سال و 6 ماه حبس تعزیری برای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران رو ابلاغ میکنه. همونطور که گفتم میخوایم بریم به سنندج. شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، شعاری که امروز در سراسر ایران توسط معلمان سر داده شد. معلم زندانی آزاد باید گردد، گزارش بعدی مربوط میشه به یاسوج. یاسوج هم یکی از کانونهای داغ اعتراضات بوده و شعارها مستقیماً علیه دولت جمهوری اسلامی سر داده شده. بودجه دولت کجاست؟ 80% حق ماست. و اشاره به این که این بودجه های کلان و نجومی در واقع داره به کجا میره. همونطور که میدونیم به صدا و سیما، سپاه پاسداران، نهادهای تبلیغات اسلامی و نهادهای سرکوبگر دیگه. باید گردن! معلم زندانی آزاد باید گردن! معلم زندانی آزاد باید گردن! معلم زندانی آزاد باید گردن! بودجه دولت کجاست؟ 80% حق ماست! بودجه دولت کجاست؟ 80% حق ماست! بودجه دولت کجاست؟ 80% حق ماست! بودجه دولت کجاست؟ برمیگردیم به استدیوی پخش مستقیم. قبل از اینکه بقیه گزارشات رو ببینیم باز هم به توییتر تلویزیون کانال جدید یه سری میزنیم تا لحظات دیگه تصویر دیگه‌ای خواهید دید روی صفحه تلویزیون که مربوط میشه به حمایت دانش آموزان از تحسن سراسری معلمان در آموزش رایگان. این تصویر رو که ملاحظه میکنید
دانش آموزان با در دست داشتن پلاکارد هایی که روی اونها نوشته شده آموزش رایگان و آموزش زبان مادری کنار معلمشون وایستادن و از تحسن معلمانشون حمایت میکنن. یک گزارش دیگه تصویری داریم مربوط میشه به لردگان، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم، تحسن یک نفره معلم مدرسه هست که دانش آموزان دارن این معلم مدرسه رو در واقع همراهی میکنن. همونطور که میبینید یک معلم دست به تحسن زده و دانش آموزان با در دست داشتن پلاکارد هایی از معلمشون و تحسن یک نفره و ارزشمند معلمشون حمایت میکنن. روی پلاکارد ها نوشته معلم نان ندارد، معلم نا ندارد، از بس حق او را خوردن. زنده باد این دانش آموزانی که از این کودکی دارن در واقع حمایت میکنن از معلمانشون. اما بحث های زیادی در همین توییتر شکل گرفته و گزارشاتی در همین رابطه منتشر شده. یکی از کاربران توییتر نکته جالبی رو نوشته که ما همیشه به اون تاکید کردیم، به اون اشاره کردیم، روی اون تاکید کردیم که دانش آموزان کودکان باید شادی کنن، تحصیل کنن و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن. اما جمهوری اسلامی امروز کاری کرده که دانش آموزان کودکان دغدغه نان معلمشون و دغدغه نان خودشون و خانواده‌شون رو دارن. تصویر جالبی رو خواهید دید روی اسکرین تلویزیون که یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اون رو در واقع منتشر کرده. نوشته دانش آموز ایرانی، دانش آموز کشورهای دیگه، که خب مشخصا به کشورهای پیش رو اشاره کرده. میگه این کاریه که جاش، یعنی جمهوری اسلامی، از کودکی با ما میکنه. کودکی که تمام هم و غمش باید درس و ورزش و تفریح و شادی باشه، باید دوش به دوش معلمانش در اعتراضات سراسری معلمان شرکت بکنه. میریم به آمل و گزارشی میبینیم از معلمان در آمل و تجمع سراسری معلمان. وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدیم. بریدیم بریدیم، از بس دروغ شنیدیم، از مسئولین بریدیم. وعده زیاد شنیدیم، نتیجه‌ای ندیدیم. 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 همکار بازنشسته به انتظار نشسته. همکار بازنشسته به انتظار نشسته. کشتی زندگیش سالها به گل نشسته. کشتی زندگیش سالها به گل نشسته. گزارش بعدی مربوط میشه به نکا با شعار معلم به پا خیز برای رفع تبعیض، همین شعاری که در بسیاری از شهرها سر داده شده. برای رفع تبعیض معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض. نه تسلیم نه سازش، رتبه بدون خواهش. نه تسلیم نه سازش، رتبه بدون. گزارش تصویری بعدی مربوط میشه به شهر بابل در اعتراض به سرهمبندی کردن وعده های پوشالی، وعده های توخالی که دیدیم در دوره های گذشته هم معلمان اعتراض کردن و گفتن ما وعده های پوشالی و توخالی نمیخوایم، ما رتبه بندی و همسانسازی رو مطالبه میکنیم. در بابل هم این شعار سر داده شده، ما رتبه بندی خواستیم، سرهمبندی نخواستیم. ما رتبه بندی خواستیم، سرهم بندی نخواستیم. همسان سازی حقوق حق مسلم ماست. همسان سازی حقوق حق مسلم ماست. بیمه کارآمد حق مسلم ماست. بیمه کارآمد حق مسلم ماست. معیشت منزلت حق مسلم ماست. آموزش رایگان حق مسلم ماست. نه تسلیم نه خواهش رتبه بدون خواهش.
یکی از شعارهای اساسی تجمعات سراسری معلمان امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 علیه دولت حاکم و مشخصاً علیه رئیسی، رئیس جمهور حکومت اسلامی هست. یک گزارش تصویری از اصفهان دیدیم. گزارش دوم از اصفهان رو میبینیم به سردسته دولت دزدان که میگه رئیسی دروغگو. رئیسی دروغگو 11 بهمن 1400 و این بار شعار مرگ بر دروغگو در گزارش دوم از شهر شیراز رو خواهیم دید، علیه در واقع وعده وعیدهای پوشالی و عدم اجرای رتبه بندی. معلمان شعار میدن اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست و قوه های مختلف جمهوری اسلامی از مجلس، دولت و قوه قضاییه و نهادهای سرکوبگر و تمام مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی رو متهم به دروغگویی میکنن در رابطه با مطالبات مشخص معلمان. در تهران معلمان مجلس انقلابی جمهوری اسلامی ادعای اون رو داره مورد تمسخر قرار دادن و با شعار وعده های توخالی مقابل مجلس تجمع کردن. گزارش دومی هست که ما از تهران میبینیم. گزارش اول رو در ابتدای برنامه دیدیم. این گزارش دوم از شهر تهران هست. یه سر دیگه ای میخواییم به توییتر بزنیم. نکات جالبی رو کاربران شبکه‌های اجتماعی اشاره کردن. در این تصویری که میبینید یک مامور نیروی انتظامیه و خودرو پلیس یا همون نیروی انتظامی. اینجا کاربری اشاره کرده به اعتراضات اخیر کارکنان نهادهای مثل قوه قضاییه، مثل زندانبانان که اومدن در خیابون برای معیشت خودشون دارن اعتراض میکنن. این کاربر با ضمیمه کردن این عکس که یک مامور نیروی انتظامی و خودروی نیروی انتظامی هست که در همین گونه مواقع حمله میکنه به تجمع کنندگان به طور وحشیانه، نوشته که به زودی شما هم میای کف خیابون چون دیگه حکومت نمیرسه جیره مزدوریتون رو بده، و هشتک اعتراضات سراسری معلمان رو ضمیمه کرده. این تصویر تصویر ماندگاری خواهد بود اگر که یک زمانی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی هم به خیابونها بیان مثل زندانبانان و کارکنان دستگاه قضایی، که نشون میده جمهوری اسلامی چقدر در درون خودش بحران داره. این به هر حال آنچه هست، افقی هست که کاربران شبکه‌های اجتماعی برای نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی متصور هستند. بار دیگه می‌خوایم بریم به تهران و فریاد معلمان در مقابل مجلس اسلامی. فریاد فریاد از این همه بیداد. از کجا خط می‌گیری؟ از کجا خط می‌گیرم؟ از عقلم، از ارادم، از غیرتم. Thank you.
فریبکاری، ریاکاری، دروغگویی آنچه هست که امروز معلمان به اون اعتراض میکنن. در تبریز معلمان با شعار مرگ بر این دولت مردم فریب به خیابون ها اومدند. مرگ بر این دولت مردم فریب، مرگ بر این دولت مردم فریب، مرگ بر این دولت مردم فریب. تا حق خود نگیریم از با نمی نشینیم، افزایش با تورم حق مسلم ما، افزایش با تورم حق مسلم ما. بله بیزیم مسئولامون در اصفهان در تجمع اعتراضی شعار سر داده میشد شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، بازنشستگان طبق اعلام قبلی همبستگی خودشون رو با معلمان نشان داده بودن و گفته بودند که در تجمع معلمان شاغل شرکت میکنن. این اتفاق افتاد و اصفهان یکی از شهرهایی که بازنشستگان همراه با معلمان شاغل در کف خیابان حاضر شدند و شعار علیه وضع موجود دادند. اتحاد معلم زندانی آزاد باید گردد. این بار به همدان میریم. گزارش دوم از شهر همدان با خواست آزادی فوری و بیقید و شرط معلمان. همونطور که اشاره کردم، محمد حبیبی یکی از سازماندهندگان این تظاهرات سراسری اعلام کرده بود که در اخیراً فشارهای امنیتی روی معلمان افزایش پیدا کرده. ما امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 و در روزهای گذشته، در روزهای تحصن معلمان، شاهد بازداشت تعدادی از معلمان بودیم. به همدان میریم. گزارش دوم با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد. تا گزارش تصویری آماده میشه، تا اینجا بینندگان گرامی که در طریق تلویزیون کانال جدید بیننده این برنامه هستید و پوشش کامل اعتراضات معلمان رو در واقع ملاحظه میکنید، نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید از طریق راه‌های تماس که روی اسکرین می‌بینید. شما بینندگان گرامی که از طریق شبکه‌های اجتماعی در اینترنت، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب بیننده این برنامه هستید، چه نظری در رابطه با اعتراضات باشکوه معلمان دارید؟ برای ما ارسال کنید. اگر سوالی هم دارید برای ما بفرستید که مثل امروز سوالات شما رو مطرح و در این برنامه پاسخ بدیم. به همدان می‌ریم. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. همکار زندانیان راحت ادامه دارد. همکار زندانیان راحت ادامه دارد. عدالتی هرگز ندید ملتی. این همه بی عدالتی هرگز ندید ملتی. آموزش رایگان آموزش رایگان حق فرزند ایران.
معلم زندانی آزاد باید گردد. 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 بله، گزارش رو ملاحظه کردید. معلم زندانی آزاد باید گردد. اونطور که من تصور میکنم احتمالاً ویدیوی دیگه ای از همدان ملاحظه کردید در حمایت از کولبران، پاکبانان، کودکان کار و سایر بخش های تحت ستم جامعه. لطفاً اتاق فرمان به من اطلاع بدن که اون گزارش سوم از همدان هم پخش شده یا نه. اگر گزارش سوم از همدان رو پخش نکردیم، الان میتونیم ببینیم که در همدان همونطور که گفتم علارغم هوای سرد تجمع باشکوهی برگزار شده، معلم زندانی آزاد باید گردد و همچنین شعارهای اعتراضی در حمایت از کولبران، پاکبانان، کودکان کار و سایر بخش‌های تحت ستم در جامعه. من کولبری نوجوان زیر باری سنگینم که سرانگشتانم از سرما تیر می‌کشد برادرم را. من تیر مردی رستگرم، بازنشستگیم یعنی مردن. کودک گلفروش خیابانی قشنگم که گلهای روسریش را آفتاب سوزاند، دستانش را سرما و دلش را شما. من آموزگاری منتظر مسافری که دعا میکنم شاگردم نباشد. گزارش بعدی باز هم مربوط میشه به شهر اصفهان، یکی از کانونهای داغ اعتراضات سراسری معلمان. همونطور که ملاحظه کردید اصفهان یکی از شهرهایی است که تجمعات باشکوهی در اون برگزار میشه و به طور مشخص بعد از حمله وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی به اعتراضات کشاورزان و تحصن اونها، شاید جمهوری اسلامی تصور میکرد که تونسته مردم اصفهان رو مرعوب بکنه و رعب و وحشت ایجاد بکنه. اما اگر کشاورزان رو سرکوب میکنه، این بار معلمان به خیابان ها میان. معلمان در اعتراض چند دوره خودشون با شعارهای اعتراضی نشون دادن که بر مطالبات خودشون تاکید میکنن و سرکوب ها و حمله های وحشیانه به تجمع ها و تحصن ها نمیتونه مردم رو از مبارزات خودشون متوقف بکنه. در اصفهان شعار میدن این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی. بیعدالتی هرگز ندیده ملتی. این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی. بار دیگه به شهر اهواز میریم. گزارش دوم از اهواز، یکی از کانونهای داغ اعتراضات در سالهای گذشته. در اهواز تجمع کنندگان یک شعار کلیدی میدن: معیشت منزلت حق مسلم ماست. به اهواز میریم و گزارش دوم از تجمعات معلمان رو میبینیم که چطور در کف خیابان حاضر شدن در اعتراضات سراسری معلمان و شعار میدن معیشت منزلت حق مسلم ماست. حق نمیپذیرد، معلم میمیرد حق نمیپذیرد، معلم میمیرد حق نمیپذیرد.
نمیرد، معلم میمیرد، حقه نمیپذیرد، معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم ماست. مجلس انقلابی بس دیگه خیانت، مجلس انقلابی بس دیگه خیانت، مجلس انقلابی بس دیگه خیانت، مجلس انقلابی بس دیگه خیانت. معلم زندانی آزاد باید گردد، 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 معلم زندانی آزاد باید گردن، معلم زندانی آزاد باید گردن. وعده های توفالی 80 درصد توفالی، وعده های توفالی 80 درصد توفالی، وعده های توفالی 80 درصد توفالی، وعده های توفالی 80 درصد یک گزارش تصویری از سنندج دیدیم. یکی از شهرهای پرحرارت و پرشور کردستان. یک بار دیگه میخوایم به سنندج بریم، گزارش دوم رو ببینیم با جمعیت بسیار بالای معلمان و تجمع کنندگان که شعارهای مختلف و متنوعی علیه وضعیت حاکم میدن. معلم میمیرد، حق نمیپذیرد، معلم میمیرد، حق نمیپذیرد، اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست، اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست، معلم به پاخیز برای رفع تبعیض، معلم به پاخیز برای رفع تبعیض، آموزش رایگان حق فرزند ایران، آموزش رایگان حق فرزند ایران. بله، کم کم داریم به انتهای این برنامه پخش زنده میرسیم. در رابطه با پوشش کامل اعتراضات معلمان امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 طبق فراخوان قبلی، اعتراضات با شکوه، اعتراضاتی که در واقع میشه گفت یک حماسه بود مثل همیشه معلمان در سراسر ایران آفریدن. اما قبل از اینکه به قطعنامه پایانی معلمان اشاره‌ای داشته باشیم و بریم ببینیم که در قزوین این قطعنامه قرائت شده، می‌خوایم یک در واقع گذری داشته باشیم بر توییتر و پلاکارد‌های بسیار جالبی که در کرمان بالا برده شده. پلاکارد‌ها رو ملاحظه می‌کنید، این برای بار دوم هست که پلاکاردی تحت این عنوان که جای آخوند و ملا مدرسه نیست، هاشا هرگز، میبینیم که در تجمعات معلمان در دست گرفته میشه. این بسیار معنادار هست و معلمان دارن نشون میدن که به بنیانهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که سعی میکنه اونها رو در مدرسه به واسطه آخوند و ملا و این مبلغین مذهبی ببره، در مدارس اعتراض دارن. جای مدرسه آخوند و ملا نیست، جای آخوند و ملا در همون حوزه علمیایی هست که در دیماه 96 مردم معترض اونجا رو هم به آتش کشیدن. پلاکارد های دیگری رو میبینید، ننگ بر هر گونه تبعیض، غارتگران آزادند، معلمان زندانن، اشاره به اختلاسگری ها و دزدی ها و غارت های جمهوری اسلامی. از این پلاکارد ها میگذریم، پلاکارد ها و بنرهای بسیار معنیداری هست، اینها رو باید به وفور در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت و نشون داد که چجور معلمان با شجاعت و با جسارت دارن با اقدامات مذهبی جمهوری اسلامی در مدارس اشاره میکنن و نه تنها اشاره بلکه اعتراض میکنن و در اعتراضات سراسری خودشون این رو بیان میکنن. به قزوین میریم، قرائت پایانی قطعنامه معلمان در این تجمع.
ما امروز در اینجا جمع شده ایم که فریاد بزنیم ساختار آموزش و پرورش در این کشور سیر قهقرایی را میپیماید و عدالت آموزشی بیش از هر زمان دیگر به محاق رفته است. ما جمع شده ایم اعلام نماییم خاک به استخوان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار بحران شده است. ما هست که فرهنگیان به شیوه های مختلف اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اعلام کردند، اما گویی در حاکمیت پوش شنوایی وجود ندارد. اگرچه در دولت روحانی و نوبخت در بروز شرایط فعلی مؤثرند، اما رئیس جمهور با کلیگویی و سلب مسئولیت از خود دولت قبلی را عامل مشکلات می‌داند و وزیری بر آموزش و پرورش حاکم شده است که بدنه جامعه معلمان به انتخاب ایشان معترض و از معیارهای غیر اصولی و مخرب قوای مجریه و مقننه در انتخاب ایشان آگاه است. احسن دولت بودجه انقلابی و ضد مردمی و ضد معلمی را به مجلس ارسال کرده و مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می کند و متاسفانه قوه قضاییه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب و می برد. اجرای حکم زندانیان محمد تقی فلاحی، حسین رمضان‌پور طی روزهای گذشته و بازداشت شعبان محمدی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در روز گذشته و پرونده سازی به احضار ده ها فعال صنفی از تهران تا مریوان نشان از آن دارد که جواب حاکمیت به مطالبات مشت آهنین است. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به ادامه دربند بودن معلمان و خط سرکوب فعالان صنفی اعلام می کند که مردوب این سرکوب ها نخواهد شد و بر عهده خود با معلمان وفادار است و فعالان صنفی برای تحقق عدالت و آزادی حاضر به پرداخت هزینه هستند تا با جامعه و دانش آموزان خود درس حق طلبی بیاموزند. به نظر می رسد حاکمیت هیچ چشمانداز روشنی برای معیشت معلمان و سایر زحمتکشان ندارد و از فقدان بودجه دم می زند. اما در بودجه سال 1401 بودجه نهادهای نظامی و غیر پاسخگو به صورت چشمگیری افزایش یافته است. حاکمان بدانند که هیچگاه مردم ایران و خاصه معلمان مانند امروز نسبت به حق و حقوق خود آگاه نبوده و هر کجا حاکمیت خواسته است با سرکوب و ارعاب این آگاهی و مطالبه‌گری را تباه نماید شاهد مقاومت و ایستادگی با شکوه آنان بوده ایم. معلم بیدار است از تبعیض بیزار است. در یک چنین شرایطی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به پشتوانه معلمان کشور پا به میدان گذاشته تا ضمن دعوت از حقوق معلمان و دانش آموزان به جامعه دست مطالبه‌گری و عدالت خواهی بدهد. امروز ما پیش از گذشته تاکید و اعلام میکنیم اگر قانون همستانسازی بازنشستگان وفق قانون در سال 1400 اجرا نگردد، اگر رتبه‌بندی به صورت کامل تصویب نشود و بودجه آن برای امسال سال آینده مشخص نگردد، اگر خصوصی سازی و پولی سازی آموزش متوقف نگردد و همچنان دولت سرانه آموزشی را از جیب والدین و دانش آموزان تأمین کند، به عبارتی اگر آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل 30 قانون اساسی مورد بی‌توجهی حاکمان قرار گیرد، اگر به حقوق نیروهای خدماتی مدارس که بیشترین زحمت را می‌کشند رسیدگی نشود، اگر قارت صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه پیدا کند،
اگر امنیت شغلی نیروهای خرید خدمتی و قراردادی تامین نگردد و اگر بازداشت فعالان و پرونده سازان علیه معلمان معترض متوقف نشود و معلمان دربند آزاد نگردند، همانطور که پیشتر اعلام شد در روزهای 23 تا 27 بهمن به تحصن خود ادامه خواهیم داد و در روز پنجشنبه مورخ 28 بهمن با تجمع سراسری اعلام میکنیم. بدیهیست اگر تا پایان بهمن با تکلیف رتبه بندی بر اساس حداقل 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه مشخص نگردد و احکام جدید صادر نشود و از طرفی وضعیت همسانسازی پیشکسوتان بازنشسته مشخص نگردد، شورای هماهنگی به سمت اعتراضات گسترده ای خواهد رفت و اقدام به تعطیلی کلاس ها در اسفند ماه خواهد نمود. در پایان جا دارد از تمامی فرهنگیانی که در تحصن و تجمع حضور داشتند قدردانی نماییم و خطاب به آن دست از همکاران بی‌تفاوت اعلام نماییم که منافع تمام فرهنگیان شاغل و بازنشسته به هم گره خورده است. پس بر شک و ترس خود غلبه کنید و بر معلمان معترض بپیوندید که تنها راه پیروزی همبستگی و اتحاد همگانی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگی ایران دوشنبه 11 بهمن 1400. بله، ملاحظه کردید قطعنامه پایانی معلمان رو در رابطه با اعتراضات سراسری امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 که در قزوین قرائت شد. اما میخوایم سر دیگه به یزد بزنیم. همونطور که گفتم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و عملکردش مورد اعتراض معلمان، تجمع کنندگان و معترضین بوده. اتفاق جالبی که افتاده اینه که در یزد یک زن یک پاسخ کوبنده میده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و میگه که به معلمان میگن که ویدیوهاتون رو برای رسانه ها ارسال نکنید. این گزارش تصویر رو میبینیم و برمیگردیم. صدا و سیما ما را مورد خطاب قرار میدن، تهمت میزنن به ما که چرا رسانه های بیگانه مراسم شما رو پخش میکنه، چه ربطی دارید به اونا؟ خب وقتی که تو که رسانه ملی هستی نمیای توی جمع ما درد دل ما رو بشنوی؟ ما چطوری میتونیم پیاممون رو به کل ایران برسونیم؟ ننگ ما صدا و سیمای ما، ننگ ما صدا و سیمای ما، ننگ ما صدا و سیمای ما. و ما گزارشی داریم از توییتر محمد حبیبی. مروری خواهیم داشت بر توییتر، ببینیم محمد حبیبی چه گزارشی داده از امروز بعد از ظهر دوشنبه 11 بهمن 1400. محمد حبیبی اینطور در توییترش می نویسه که امروز بعد از ظهر معلمان مریوان در مقابل فرمانداری مریوان تجمع کرده و خواهان آزادی شعبان محمدی و جبار هستند. این دو عضو انجمن صنفی معلمان مریوان دیروز و امروز بازداشت شدند. این تجمع همچنان ادامه داره. هشتگ اعتراضات سراسری معلمان. و اما برمیگردیم، یک گزارشی خواهید شنید از محمد حبیبی در رابطه با اعتراضات امروز معلمان دوشنبه 11 بهمن 1400. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. امروز دوشنبه 11 بهمن ما با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تجمعاتی از طرف معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته در سراسر کشور برگزار شد. همونطور که در جریان هستید روز شنبه و یک شنبه هم در مدارس کشور تحصن بود
رؤوس مطالباتی که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام شده و در تجمع امروز هم جزو مطالبات و شعارهای معلمان بود، اجرا نشدن لایحه همسان‌سازی بازنشستگان، بازگشت رتبه‌بندی از طرف شورای نگهبان به مجلس با هدف اجرایی نشدن آن، فراموش شدن ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل 30 قانون اساسی، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1400، عدم استخدام معلمان خرید خدمت آموزشی، به تاراج بردن سرمایه فرهنگیان در صندوق ذخیره و در بند بودن و اخراج کردن معلمان کنشگر و فعالان صنفی. تجمع امروز هم به لحاظ تعداد در واقع شهرهای شرکت کننده و هم به لحاظ گستردگی جمعیت تقریبا یکی از باشکوه ترین تجمعات در طول 6 ماه گذشته بود، به ویژه جمعیت گسترده‌ای که در اصفهان و شیراز حضور داشتند. این تجمع امروز رو در واقع نسبت به تجمعات 6 ماه گذشته متمایز می‌کرد. فشارهای امنیتی به ویژه در شهر شیراز از همان اول صبح وجود داشت که حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از تجمع معلمان میشد، ولی در این حال تجمعات بسیار با شکوه در شیراز و دیگر شهرهای کشور شکل گرفت. در تهران هم در مقابل مجلس تجمع با شکوهی برگزار شد. آماری که تا این لحظه به دست ما رسیده تقریبا در بیش از 120 شهر و روستای کشور همزمان از ساعت 10 تا 12 تجمع برگزار شده. متاسفانه فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان امروز بسیار زیاد بوده. قبل از تجمع احضارهای زیادی صورت گرفته بود. امروز در شیراز آقای محمدعلی زحمتکش از فعالان صنفی انجمن صنفی معلمان فارس بازداشت شدند. همزمان همراه با ایشون آقای قهرمان حاتمی از معلمان شیرازی بازداشت شدند. در تهران بعد از تجمع در مقابل مجلس آقای احمد حیدری از معلمان شرکت کننده در تجمع که جزو سخنرانها هم بودند بازداشت شدند. همراه با ایشون آقایان احمدی و داوودی هم بازداشت شدند. در مریوان آقای جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان بازداشت شدند و تا این لحظه به هر حال این آخرین خبرهای بازداشتی ها بوده. به نظر میاد که با وجود این در واقع تهدیدها و احضارها و بازداشت ها که با هدف کنترل تجمع صورت میگیره، ما هر دوره‌ای با در واقع مشارکت بیشتر معلمان مواجه میشیم و تا زمانی که مجلس و دولت به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته پاسخ نده، باید انتظار ادامه و تداوم این تجمعات رو داشته باشیم. به عنوان مجموعه تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام می‌کنیم که آمادگی لازم رو برای مذاکره با دولت و مجلس بر سر مطالبات طرح شده داریم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. گزارشی که ملاحظه کردید مربوط میشه به گزارش محمد حبیبی که در شبکه‌های اجتماعی به صورت فایل صوتی منتشر شده. اما از توییتر محمد حبیبی یک خبر دیگر رو هم من اعلام میکنم تحت عنوان آخرین خبرها از معلمان بازداشتی، که ایشون گفتن امروز آقایان زحمتکش، امیرزادگان و قهرمان کیانی از شیراز و آقایان حیدری، احمدی و داوودی از تهران آزاد شدند. و همچنین اشاره شده آقای جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان مریوان که صبح امروز بازداشت شد، همچنان در بازداشت میبره که به سر میبره که در توییت بعدی اشاره میکنه که بعد از ظهر در مریوان برای معلمان بازداشتی تجمع اعتراضی برگزار شده. ممنون از شما بینندگان گرامی که تا اینجای برنامه با ما بودید. برنامه پخش زنده در رابطه با پوشش کامل اعتراضات سراسری معلمان و همچنین تحسن 2 روز گذشته معلمان رو به پایان میرسونیم. این برنامه رو میتونید در توییتر لایک و ری توییت کنید
و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. از طریق اینستاگرام میتونید برای دوستانتون و در کسانی که در ارتباط هستن با شما در اینستاگرام فوروارد بکنید، در تلگرام میتونید برای دوستانتون فوروارد بکنید و به اشتراک بگذارید، و همچنین در فیسبوک میتونید به اشتراک بگذارید. اگر نظر یا سوالی دارید حتما برای ما ارسال بکنید که در برنامه ها نظر یا سوال شما رو منعکس بکنیم. این برنامه رو، برنامه پخش زنده و پوشش کامل از اعتراضات سراسری معلمان رو، امروز دوشنبه 11 بهمن 1400 در تلویزیون کانال جدید ملاحظه کردید. من شیرین شمس به همراه مدیریت تلویزیون کانال جدید کیان آذر، همکارم میثم عتیق و همچنین جمیل فرزان در امور فنی، شما رو به شبها و روزهای خوش می سپارم. بالاترین طبقه جامعه من شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی، خالق فکر، دبیر اخلاق، بستری، پایه کشت، نوید افکار، آینده کشورمی، فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم، روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط، تمنیم تتقبی تو و تو صفتم، پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم، قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکه میکنم رو برق، لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است، لعنت به استبداد. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. حقیقت یا قدرت، جواب بده جاه طلب، این امتحان شرف من، اولین داوطلب تو جبهه معلم و سنگر آخرم، همه فرمولا رو حفظم، قول میدم باخت ندم. این یه انشاست تقدیم به هر چی معلم، ما دست پرورده ی تو ایم، از کارگر تا دولتش، دیوار کوتاه و بلندش، معترض تا مفتش، از مکبر تا این رپری که صداش بلنده. معلم چه جوری بابا نون داد رو یاد بده، وقتی سفرش اونقدیست که نون توش جا بشه، چه جور از غرور بگه وقتی باتون جواب بشه، در کلاس رو وا کنم که طوفان میشه. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. دریا بی تا باد گونا پا بر جان، نگاه فانوس ستاره ها سوزان، رو به رو زیر سائقه ها ساحل نمایان، کشتی مغرور حریف طوفان هاست، مهار تقدیر دست ناخداست، شکست تن موج از سماجت او، توفان